بچه ها سلام امیدوارم حالتون خوب باشه این سری از ویدیو ها میخوام یه سری از عکسای های مختلف سر سر دنیا رو نگاه کنیم با هم دیگه و بینشون انتخاب بکنیم خب من عکس پایین رو انتخاب میکنم به دلیل که خیلی خاص بود یه وحشتناکی بود واقعا عکاسی سخت بود بین این دوتا عکس خب عکس بالا یا عکس گل عکس پایینم خب یه فضای معماری من اینو انتخاب میکنم به که خب هویت بسری داشت بین این دوتا عکس عکس بالا خب ش... با تکنیک شاتر باز گرفته شده و عکس پایین طبیعت من اگه بخوام بین این دو تا عکس انتخاب بکنم خب عکس بالا انتخاب میکنم به دلیل اینکه تکنیک خاصی در واقع داشت بین این دو تا عکس خب عکس بالا یک فوتیج خیلی ساده و معمولیه من عکس پایین انتخاب میکنم به دلیل سایه ها و خطوطی که داشت بین این دو تا عکس خب یک عکس طبیعت داریم و یه عکسی داریم که با یه پرسپکتیو در واقع یک نقطه خب من اینو انتخاب میکنم جالبه به نظرم از بین این دوتا عکس جدید خب عکس بالایی یک عکس طبیعته و پایینی هم خب عکس حیوان پرنده من بالایی رو انتخاب میکنم فکر میکنم تر بود نگاهی که عکاسش داشت بین این دوتا عکس چقدر جالب من خب خیلی علاقه دارم به عکاسی حیوانات و با دوربین FZ300 پاناسونیک خیلی کلوزاپ های خوبی از ها گرفتم ولی خب من بالایی انتخاب میکنم به دلیل اینکه این طبیعتی که لوکیشنی که بود خاص بود خب عکس بالایی که انتخاب کرده بودیم اینجا و عکس گربه من اگر باشم مجدد عکس بالا رو انتخاب میکنم به دلیل اینکه این خطوط و سایه های خاصی داره و نگاه ویژه عکاسه بین این دو تا عکس عکس بالا هم به صورت شاتر باز گرفته شده نوردهی تایم بالا زمان بالا و عکس پایینم خب یک بنای تاریخی من بالایی رو انتخاب میکنم باز به دلیل اینکه تکنیک عکاسی داره بین این دوتا عکس خب عکس بالایی خیلی ترکیب بندی خاصی داره و عکس پایین هم باز با تکنیک شات باز اما نمیدونیم من عکس بالا رو انتخاب میکنم به خاطر اینکه ترکیب بندی خاصتری داره به نظرم بین این دوتا عکس جدید عکس پایین خب یک بنای و عکس بالا خیلی خاص دقت بکنید حالا باید ببینیم این چیه و خیلی جالبه من عکس بالا در واقع انتخاب میکنم چون نظرم بیشتر جلب کرد ای دوباره این گربه اومد <applause> واو عکس پایین بچه دقت بکنید خیلی ماکرو گرفته شده و من اینو بیشتر هستم خیلی جذابتر رنگ های شارپتر و خاصتر خب بین این دوتا عکس عکس بالا خب یک مکان تاریخی محسوب میشه و عکس پایین هم خیلی جالبه یه حالت اتوبانه و عکس بالا چیزی که جالبش کرده اون ماهه که کنارش خیلی باحال شده من اون انتخاب میکنم بین این دوتا عکس عکس بالا از خطوط خاصی اون سلطه فضای صنعتیه هست عکس پایین هم خب یک تک درختیه من بین این دوتا خب میتونم عکس بالا رو انتخاب بکنم میگم به دلیل اینکه نگاه عکاس جالب تر بود واسه بریم خب بعدی آها بین این دوتا عکس بالا خب یه منظره طبیعت داریم ولی خب جای خاصی در واقع عکاسش فکر میکنم با سختی رفته اونجا عکس پایینم عکس خوبی نیست زیاد ولی خب من بالایی انتخاب میکنم نظر منه بچه ها شما میتونید حالا عکس زیادتری ببینید و شما هم کامنت بذارید در واقع بین این دوتا عکس هم خوب من عکس پایین انتخاب میکنم خیلی به نظرم خواستره و جذابتر بود به به با عکس بالا باز پرنده است من علاقه شخصی به عکاسی پرندگان دارم پایینی هم که عکسیه که شاتر آها نه نه این با تایم زیاد گرفته شده خیلی باحاله این عکاسی ستاره و نجوم و این چیزا خیلی هیجان واقعا بین این دو تا عکس عکس بالا رو نمیدونم چیه کجاست این عکس پایینی هم که حالت انگاری باز اگه بچه میدونید چیه و من فیلم عکس پایین انتخاب میکنم جذاب تر بود واسه بین این دو تا عکس واو عکس بالا بچه یه آبشه لحظه خوبی رو ثبت کرده به نظر من ثبت لحظه مهمترین اتفاق تو عکاسیه من عکس بالا رو انتخاب میکنم چون میگم لحظه خاصی عکاسی آها این نمونه خیلی خوبیه عکس بالا رو توجه کنید بچه‌ها این حالت دلغکه این لحظه ای که عکاس این انتخاب کرده خیلی مهمه عکس پایینم خب ماکروه چیز جالبیه ولی من عکس بالا رو انتخاب میکنم باز به دلیل همین که لحظه خیلی مهم میشه که عکاس چه آها ببینید یه نمونه خیلی خوب اومد عکس بالا یه اتفاقی که تو سایه افتاده این شهر شده خیلی خاص قاب شده ولی عکس پایین لحظه است عکس پایین خیلی لحظه خاصی ثبت شده انتخاب بین این دوتا عکس فکر میکنم بین همه عکسایی که دیدیم سختره ولی من پایینی رو انتخاب میکنم فکر میکنم باز اون لحظه اتفاق افتاده و عکس گرفته شده بین این دوتا عکس هم عکس بالا خیلی خنده داره خیلی جالبه که خیلی خوبم قابندی کرده عکس با این ولی خب یک فضای وهم وهم انگیز داره یه فضای خیلی سمت و سوی نقاشی رفته ولی خب اوکی من عکس بالا رو انتخاب میکنم چون پرنده علیق علایقم پرندگانه بین این دوتا عکس هم میتونم عکس اول انتخاب بکنم درسته عکس پایین چیدمان در واقع خیلی شاید حتی تبلیغاتی و سنتی باشه ولی عکس بالا حس و حال اون اسب خیلی جذاب تره خب دوباره این عکس اومد خب انتخاب یه ذره سخته چون عکس پایین قاپندی به شدت خوبی داره و رنگ خوبی داره من عکس پایین انتخاب میکنم رنگ خاصی داشت بین این دوتا عکس خب عکس بالا دقت بکنید بچه ها این اکاس خیلی مهمه تو عکس های اسکیپ خیلی مهمه من عکس بالا رو انتخاب میکنم چون برام خواستره فکر میکنم هیجان انگیزتر این مدل عکاسی خب این دوتا عکس هم عکس جذابیه ولی من میتونم عکس پایین انتخاب بکنم به دلیل حس و حال به دلیل اون حسی که عکس بهم میده بین این دوتا عکس عکس بالا خب باز فکر میکنم بچه با تکنیک شاتر باز گرفته شده دقت بکنید به حرکت آب و عکس پایینم از خطوط خاصی بهرمنده و هویت تاریخی که داره من عکس پایین انتخاب میکنم برام جذاب تره خب بین این دوتا عکس عکس بالا عکس خوبی نیست واقعیت ولی عکس پایین جذاب تره بین این دوتا من پایینی انتخاب میکنم عکس پایین خیلی فضای همون حالت وهمانگیز داره و عکس بالا مسئله هویت تاریخی حالا البته نمیدونم تا چه میزان ادیت شده فکر میکنم اگه عکس بالا ادیت شده من عکس پایین انتخاب میکنم شما هم کامنت بذارید حتما بله. خب عکس بالا چیه تخم مرغه بچه اینا اگه میدونید شما هم بنویسید عکس پایین خیلی باحاله چه خونه های باحالی رنگ های خفنی انتخاب سوژه عکاس به نظر من عکس پایین بالاتر شاید بالایی تکنیک خاصی داره ولی خب من عکس پایین رو انتخاب میکنم بین این دو تا عکس عکس بالا هم خب از این عکس تک درختی زیاد دیدیم نه که بد باشه خیلی خوبه عکس پایینی هم خب یه حالت نمای بسته از گل من اینو علاقه هم هست انتخاب میکنم خب عکس بالا رو که یه بار دیده بودیم با عکس پایین من انتخابم میتونم خب عکس پایین بچه باز لحظه توش دخیله میدونید خیلی موقع خاصی در واقع عکاس داد ولی خب من عکس بالا انتخاب میکنم چون طبیعت بکریه انتخاب لوکیشن بی‌نظیر عکس بالا عکس خاصیه قاب خیلی خوبی داره ترکیب رنگ خوبی داره فضای آرومی داره عکس پایینم انعکاس جذابی داره و بودن اون معماریه برای من هیجان انگیزه من عکس پایین انتخاب میکنم خب عکس بالا نمای بسته از گل خب زیاد دیدیم این مدل عکس ها عکس پایین هم اگر چیدمان عکاسی باشه یعنی این آدم ها پوشیده باشن لباس اومدن واسه عکاسی من پایین رو انتخاب میکنم ببین این دوتا عکس عکس بالا بچه باز لحظه اون حس و حال اون عکس توی عکس بالا خیلی مشهوده مدل قابندی رنگ لباس من اون انتخاب میکنم مرسی ازتون تماشا کردیم ویدیو رو دوستتون دارم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره خدافظی